و بسیار خوشنودم که در خدمت دوستان هستم. قرار برای این است که من در زمینه راه طی شده در حجاز صحبت بکنم، ولی صحبتم رو به دو بخش میکنم: راه طی شده و راهی که باید طی بشه. حکایت برمیگرده به تابستان 2009، تابستانی که در ایران ما پرتلاطم بود، تابستانی که خیزش سبز 88 در پوشها رو کنار زد و اندیشه و ذات ما رو عریان کرد و ما رو واداشت به دیدن، به دریافتن و به حرکت گسترده تر شدن. تا اون موقع، یعنی از فاصله انقلاب تا خیزش 2009، جامعه اپوزیسیون خارج کشور که در گروه های مختلف تقسیم می شد، هرازگاهی به انفعال کشیده شده بودن. شاید یکی از حرکت های بزرگ اون برمیگشت به 9 سال پیش از اون، حدود سال 2000 یا 2001، که حدود 1000 نفر از ایرانیان در آلمان جمع شدن و پایه اتحاد جمهوری خواهان رو گذاشتن. اما چی شد؟ اون 1000 نفر به کجا رفتن؟ اون بخش دوم صحبت منه. چرا از اون 1000 نفر چی در حدود چند ده نفر موندن؟ به هر صورت خیزش سبز 88 که برای آزادی خواهی بود، سبب ساز یک تکانه کم سابقه در جان و جهان اندیشمندان، روشنفکران و سیاست ورزان و خرد ورزان در خارج کشور شد. تابستان 2009 در سپتامبرش قرار بود که احمدی نژاد برای سخنرانی در سازمان ملل راهی نیویورک بشه. با عده‌ای از دوستان از طریق تلفن کنفرانس کال در ارتباط بودیم. کوروش پارسا در نیویورک، مهدی امینی، محمد امینی، آقای قائم مقام و عده دیگه، که هدف این بود که تدارکات به اصطلاح اعتراضات نیویورک چیده بشه. این مقدمات در واقع مقدمه ای شد برای اینکه ضرورت داره سازمان ها و گروه های مختلفی که در شهرهای مختلف امریکا در فعالیت هستند، حول انجمن محوری، یعنی حول داشتن استقلال و هویت انجمن خودشون، در یک تشکیلات منسجمتری جمع بشن. این افراد چه کسانی بودن؟ عمدتاً از نسل من بودن، یعنی کسانی که در جنبش های دانشجوی فعال بودن، در جنبش فدایان فعال بودن، یا این که حداقل سمپاد بودن، و در واقع عده‌ای که در این پس از انقلاب 57 کم و بیش انفعال پیدا کرده بودند، اینها دور هم دیگه جمع شدند و در واقع بدین گونه بودش که پایه‌های اولیه ایجاد اپستا، یعنی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران، گذاشته شد. در اواخر جولای 2010 شهر نیویورک 22 نماینده رو از 22 انجمن مختلف رو در خودش پذیرفت که از امریکا و کانادا بودن. هنوز صحبت از اروپا نبوده، چون اروپایی ها هنوز وارد این حکایت نشده بودن. اروپایی ها، دوستان ایرانی اروپا، بیشتر در اتحاد جمهوری خواهان فعال بودن. و در واقع زمینه مشترک برای در کنار هم قرار گرفتن گروه دیگر اندیش بود که با انگیزه همراهی با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، که به سکولاریسم و به جدایی نهاد دین از ساختارهای اداره جامعه باورمند بودن، حرکت می‌کردند. در واقع سال بعد، یعنی سال 2010 در نیویورک، سال 2011 در لس آنجلس، سال 2012 در داس، سال 2013 در شیکاگو، تا جایی که به خاطر دارم همایش ها برگزار می‌شد و در واقع بخش های مختلف اپستا فعالانه کار میکردن. در اینجا لازم میدونم که
اسامی عده از این دوستانی که جزو بنیادگذاران بودند و فعالیت میکردند اینجا مطرح کنم. فرید اشکان، محمد امینی، محمد تقدیری، محمد بهبودی، حمید کوثری، حمید شیرازی، بهروز ستوده، احمد تقوایی، ژاله بهروزی، بابک بازرگان و عده دیگه از دوستان که امروز در میان ما نیستند. چرا در میان ما نیستند؟ برمیگرده به بخش دوم صحبت من که ببینیم چرا ما با این مشکل روبرو شدیم که این دوستان از میان ما رفتن. آیا می توانیم خلاصه کنیم در یک سری کلام های کلیشه‌ای مثل انحصار طلبی و چیزهای شبیه اینا که بارها گفتیم و گفتیم و گفتیم و تکرار کردیم ولی به جایی نرسیده؟ نه، چیزهای دیگر هم هستش که در قسمت راه طی شده، راهی که باید طی کنیم و یا خواهد کرد. سپس در واقع در سال 2016 یا در واقع در سال 2014 به صورت بخش همکاری تونس با سجا سازمان جمهوری خواهان وحدت بکنه، اما باز هم این وحدت به اصطلاح نتونست دارای بازده مناسبی باشه و در حدود سالهای 2017 عده‌ای از این دوستان از ما جدا شدن. چرا؟ این یک چرای بزرگی هستش که باز برای بار سوم اتفاق داره میفته. در حال حاضر هجا که پس از یک دو بار نام عوض کردن، یعنی یه مدتی نامش بود همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر و بعد شد همبستگی برای جمهوری خواهان، در حال حاضر این سازمان سازمانی هستش که خوشبختانه جوانان در میانش هستن. میتونم ادعا بکنم که این یکی از سازمان ها یا تنها سازمان جمهوری خواهی هست که معدل سن پایین هستش و این چیزیست که دقیقا ما نیاز داریم، یعنی جوانگرایی، یعنی جوانان وارد سازمان های سیاسی شدن و در واقع این حکایت عمدتا از سال 2018 در همایش مونترال ما آثارشو میدیدیم که دوستانی که در آلمان، در ترکیه، در سوئد، استرالیا هستن دارن با تشکیل انجمنهای خودشون وارد این سازمان میشن. این افراد جوان عمدتا از عده از دانشجویان فعال داخل کشور بودن، همچون دفتر تحکیم وحدت، جوانانی که پس از خیزش 88 مجبور به مهاجرت شده بودند برای گریختن از دست جلادان حکومت اسلامی و عده از این جوانان حتی زندانو به خودشون دیده بودند که امروزه در درون حجاب حضور دارم. ولی در مورد بخش دوم صحبتم، این راهی بود که طی کردیم با تمام ناملایمت ها، با تمام گرفتاری ها و تنها، اما راهی که باید طی بشود در آینده که بتونیم ما به عنوان یک سازمان برجسته، یک سازمان جوان تأثیر خودش رو در پیش برد مسئله جمهوری خواهی و سکولار دموکرات بذاره چی هستش؟ سالم سازی. چگونه می توانیم سالم سازی بکنیم؟ کلن ما دو نوع سیاست ورزی داریم. یک نوع سیاست ورزی که از موضع منافع ملی، موضع اداره کشور به مسئله نگاه می کنه. یک نوع دیگه سیاست ورزی داریم که از منظر ایدولوژیکی، از منظر جنبشی، از موضع دفاع از ارزش‌های ایدئولوژیک نگاه می‌کنه. ما تونستیم توی 10 سال اخیر این مشکل حل کنیم و بگوییم ما می‌خواهیم سیاست ورزی شکل اول رو جلو ببریم. و این سبب بود که هنوزم که هنوزه در درون هجا کسانی هستند که دارای گرایش‌های سوسیال دموکراسی هستند، دارای گرایش‌های حتی سوسیالیستی هستند و دارای گرایش‌های ملی یا ملی مذهبی هستند. چرا؟ به این خاطر که نیامدیم از منظر موضع دفاع ارزشی ایدئولوژیکی به مسئله نگاه کنیم. سیاست نوع دوم همون سیاستی هستش که در دهه 40 و 50 در ایران دیده می‌شد. فدایان، مجاهدین، حتی جنبش‌های ایدئولوژیکی ملی مذهبیون، اینا جنبش‌هایی بودن که به مسائل ایدئولوژیک
نگاه میکردن و حل مشکلات کشور رو در وهله دوم میدیدن. اونا هیچ کدوم در واقع دارای یک بینشی که بتونن یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد بکنن نبودن و در پی این بودن که چگونه ارزش‌ها و معیارهای خودشون رو ایجاد کنن و حتی در بعضی مواقع تحمیل کنن. اما سیاست دیگه‌ای که از موضع کشور و حل مشکلات باید بهش برخورد بکنیم، این حکایت دیگه ایست. این جنبشی هستش که در واقع برای ایجاد شرایط آینده ایران و گذار از این حکومت برنامه ریزی میکنه. به باور من هجا این مسیر رو داره مناسب طی میکنه با حضور یک سری افرادی که نخبگان جامعه ایران هستن و جوانان جامعه ایران هستن و دارای هم دانش و هم علم هستن. نکته این هستش که ما باید در مدارهای بین المللی قرار بگیریم، یعنی در واقع قدرت ملی خودمون رو افزایش بدیم. امروز سیاست مداران خردمند و با تدبیر آگاه هستند که چگونه میشه با سایر سازمانهای داخلی و حتی سازمانهای بین المللی همکاری کرد. ما در 20 سال آینده با یک جهانی مواجه میشیم که در واقع همگرایی درش افزایش پیدا میکنه. آیا آمادگی داریم برای یک چنین جهانی؟ بخصوص دوستان جوانی که در درون هجا هستند. کلن از روزهای پس از تکانی سال 57 این نکته سوم منه. یک نوع درونگرایی هم در درون تشکل‌ها و احزاب و هم به موازات این در درون حکومتیان به وجود اومد و این سبب شد که هم نهادهای سیاسی رو ناسالم بکنه و هم در واقع حکومت رو به تباهی و به فساد و به جنایت بکشونه. بسیاری از روش‌ها و اندیشه‌هایی که کهنه هستند و تفکرات جامعه ما رو نسبت به امنیت ملی، نسبت به منافع ملی از یک منظر سنت‌گرای نگاه میکنه باید به دور ریخته بشه و روش نو کردن اندیشه ها مطرح بشه. نکته چهارم، تشکل سازی، نهاد سازی. به علت دلایل زیادی ما ایرانیان در ایجاد تشکل ضعیف هستیم و این حکایت مال دیروز و امروز نیست. 150 ساله که فکر میکنیم برای تغییر باید فقط تظاهرات کنیم، ولی راه دیگرش که تشکل هستش و میتونه به واسطه وجود تشکلها آگاهی پیدا کنیم که بخشی از مشکلات کشور رو در بین جامعه منتقل کنیم و توسعه بدیم و گسترده کنیم. اینو باید بهش بها بدیم. جامعه ایران در حال تغییره، مردم در حال تغییرند. تغییر شروع نمیشه مگر اینکه تشکل استوار وجود بیاد. ماهیت قدرت هم خودکامگیه. این مردم هستن که با تشکل بخش از قدرت رو میگیرن. این به باور من باید یکی از مسائل محوری هجا باشه. و مسئله چهارم یا پنجم برای سالم سازی نهاد یک تشکل، مسئله اندیشه ورزی هست و فکر که خوشبختانه در بین جوانانی که در درون این سازمان هستن این وجود داره. وقتی من صحبت از اندیشه ورزی میکنم دو موضوع مطرح است که فکت، یکم اینتیوشن. فکت یعنی بر اساس آمار دقیق ادعا بکنیم، تحلیل کنیم و دنبال راه حل بگردیم. یک از ویژگی های یک سیاست مدار خوب اینه که با آمارها آشنا باشه. باید سیاست مدار خوب یا سیاست ورز خوب متوجه تفاوت آمارها باشه و این روابط رو بفهمه. اینجاست که میشه برای جامعه ایران برنامه ریزی کرد، فکر کرد و اگر قرار باشه که با ارائه یک سری تحلیل های غلط به وضع موجود راضی باشیم و بر پایه حدس و گمان حرکت بکنیم، نمیتوانیم برنامه ریزی و تولید فکر و اندیشه رو ارائه بدیم. و اما نکته بعدی،
وقتی منم داره تمام میشه سریعا عرض کنم خدمتون. ببینید، به طور کلی امر توسعه یافتگی، اونم توسعه پایدار، در صورتی میتونه به وقوع بپیونده که سه رکن مهم جامعه به تفاهم برسد، یعنی جامعه، حکمرانان و اندیشمندان. جامعه یعنی مردم، اندیشمندان یعنی سیاست ورزان، روشنفکران، کسانی که تولید میکنن اندیشه را. ولی در جامعه ما حکمرانان و فرمانروایان تبهکارن، فاسدن، هیچ گونه نمیشه با اینا به تفاهم رسید. و اون تفاهم توسعه یافتگی، اون تفاهم هستش که میتونه توسعه یافتگی رو ایجاد کنه، رقم بزنه. فهم مشترک از منافع ملی بین جامعه و اندیشمندان باید به یک هارمونی برسه. اگر یک شکافی باشه بین مردمان و نیروهای سیاست ورز، جامعه با بحران روبرو میشه. ما صحبت از وحدت فکری نمی کنیم، دنبال وحدت فکری هم نباید باشیم، اما دنبال تفاهم فکری و دنبال اشتراک فکری باید باشیم. مسئله بعدی اعتماد سازی هستش، که گفتگوی بین نهادهای مختلف و بین اعضای یک نهاد باید بر پایه اعتماد باشه. و این اعتماد هستش، این عنصر اعتماد هست که میتونه یک باندینگ به وجود بیاره و المنت های مختلف یک نهاد رو در کنار هم قرار بده و با هم دیگه کار بکنن. در دنیای جدید اعتماد در سازمان ها و در پروسه‌های اجتماعی هستش که شکل میگیره. دلیل عدم موفقیت بخش از سازمان های سیاسی در ایجاد اعتماد باید در مسیر توسعه بگردیم. ما در مسیر توسعه نتونستیم به صورت تخصصی رفتارهای اجتماعی و اجتماعی شدن رو در پیش بگیریم. بنابراین خیلی خلاصه اینا نکات هستش که من فکر میکنم که اگر به عنوان یک سری محورهای غیر کلیشه‌ای، محورهایی که به هم دیگه نصیحت میکنیم، انحصار طلب نباشیم و غیره و غیره به پیش ببریم، شاید بتوانیم این نهاد رو منسجم‌تر، متشکل‌تر و گسترده‌تر بکنیم. به امید ایران آسان. سپاسگزارم.